دول سړې مشه کېدل تیاس کله تالارنه بهر سګ په افغانستان کې د لویو پروژو کال نومول شوې ده ټاپي کاسا زر اورګاده حلقوي سړک ګن بندونه سمندري بندر او نور ولی با توجه به شرایط منطقه و کشور چه تعداد از این پروژه‌ها امکان عملی شدن خواهند یافت روی همین موضوع جرگهی خواهم داشت با این مهمانان عبدالرحمن صلحیدی تولگټو چارو مرسیال وزیر زکیه وردک رئیس انجمن زنان انجینیر در افغانستان محمد رضا فرزام در کابل پانتون پا در اقتصاد استاد می پروژه های که در کشور جریان داره آیا یا مثل پروژه های دیگه خیالی یا واقعیت داره طرح برنامه های جدی زیربنایی که در افغانستان صورت گرفته یا حداقل در قالب طرح مطرح شده اینا خیالی نیست مثلا شما دارین یک پروژه کنان به نام پروژه تاپی دارین مثلا کازا یک هزار دارین و تاپی عملا اجرایی شدنش در داخل خاک ترکمنستان آغاز شده و قرار است تا سال 2019 کاملا این پروژه تطبیق شود یعنی در عرصه تر این پروژه ها خیالی نیست اما ای که در راستای عمل کردن یا در واقع تطبیق از پروژه ها دولت افغانستان چه مشکلاتی داره این طبیعی است که ما با چالش های به شدت جدی مواجه هستیم که این ای چالش ها ممکن است که این پروژه ها را یک مقدار به تعویق بندازه اما در نهایت افغانستان و منطقه ناگزیر هستند که در راستای تقویت همکاری مشترک اقتصادی منطقه گام بردارن و اینا ناگزیر هستند که پروژه های بزرگ را در عرصه منطقه‌ای در عرصه اقتصادی تطبیق کنند تا اینکه از این طریق ما به توسعه ما به صلح و ثبات پایدار در منطقه و در افغانستان دسترسی پیدا کنیم دولت په دوم را وقت که دیار لسو یا چوار لسو کالو که کومه از پروژه عملی کرده چه اس مقدیت اگشو امید ولرو جهان پروژه با. قرارداریم داسو پروتوکولیم داسو په شه تعلقي بانکي اساس را چې کایې لوتسو پروژو وسما تعاله وله پروژو خیالي نه سرګو دولت به ملت راجې کوم هم بانکاري ملت اگر بوګا کوم فرصتات ده یو ولایت به اومده نه دې پروژه ایجاد مشه کوم زمينوي کاری پروژې کومش خیالي نه ميمنه همکه امګه اکی... هم حاضرستان ته کشور خدا بسوزم ټاپي پروژو ايت به پكوم برخو کې کی... مصرف سی افغانستان افغانستان د امروز الحمدلله در نظام حکومت وحدت ملی یک اراده مکمل سیاسی بر مبنای رشد پایای اقتصادی کشور وجود داره و هر برنامه این نیاز به زمان داره برنامه این کشفی کوتاه مدت نمیتونه که دستاورد داشته باشه بلکه میتونه که به دراز مدت شامل یک مرحله شوه و مرحله از ضرورت گرفته پیشنهاد گرفته تا مراحل سروی و پروژه سازی و تمویلش اجرایش یک زمان طولانی در بر میگیره که تا این پروژه ها تکمیل شود پروژه تاپی یکی از پروژه های ملی برای مردم افغانستان است که شما طوری از نامش میفهمید که ترکمنستان و افغانستان و پاکستان و هندوستان در این پروژه شریک هستند یکی از پروژهای ملی و زیربنایی رشد اقتصاد افغانستان است که سالانه برای مردم افغانستان یک ارزش حیاتی داره یکی از او ارزش‌هایی است که برای مردم افغانستان استفاده از گازی که ترانزیتر میشه برای مردم افغانستان مؤثر می‌سازد به خصوص در ولایاتی که در این مسیر تاپی و پروژه تاپی که ما می‌خوام یک روشنی بندازم که پروژه تاپی 1735 کیلومتر طول داره که 735 کیلومتر از داخل خاک افغانستان عبور میکنه. پس به این که برای 735 کیلومتر مردم که در این مسیر قرار دارند و این شامل مصفید شدگان مستقیم این پروژه میشن از دو بخش دقیقا در پروگرام تاپی ای است که از مردمانی که در این مسیر حضور دارند و زندگی میکنند زیادترین استفاده در قسمت کارشان شود یعنی یکی از اهداف ای پروژه ایجاد ای شغل است برای مردم مورد دیگی که استفاده میشه از گازی که افغانستان من حیث سهمی ترانزیت میگیره و او را برای مردم استفاده برای استفاده شدگان میرسانه یک استفاده دوم است و از طرف یک امتیاز بسیار قوی که سالان 300 میلیون دلار اواید خود داشت برای دولت افغانستان حق ترانزیت است در افغانستان ما تا هنوز یک استراتژی کلان در راستای انکشاف اقتصادی متاسفانه نداریم از, از, از یک استراتژیک انکشاف ملی داشتیم که برای پنج سال ساخته شده بود و متاسفانه در ساختن استراتژی انکشاف ملی افغانستان 14 میلیون دلار به مصرف رسید ولی در پایان پنج سال در پایان پنج سال از استراتژی ما نتونستیم به 30 درصد از اهداف که استراتژی تعیین کرده بودیم برسیم بحث دیگه ای که بسیار جدی است بحث فساد اداری است بزرگوار ما مطرح کردن که در میس عینک مثلا هیچ کار صورت نگرفته قرار اطلاعاتی که ما داریم قراردادی میس عینک اگر شما بخوانین تقریبا چندین تا ماده قرارداد وجود داره که به ضرر دولت افغانستان و مردم افغانستان است موضوع سومی که میشه در موردش صحبت کرد و برمیگرده به بحث های کلان ملی برخورد سیاسی با پروژه های کلان ملی است ببینین وقتی در کشورهای بیرونی شما برین یک پروژه اقتصادی ملی شکل میگیره و قرار است یک دولت رو یک پروژه ملی کار کنه اولین و مهمترین معیار و شاخص برای تطبیق یک پروژه ملی در واقع میزان موثریت اقتصادی از پروژه است اما در افغانستان بحث موثریت اقتصادی در نظر گرفتن نمیشه بیشتر بر خود سیاسی صورت میگیره بزرگترین چالش از نظر ما فرارای تطبیقی این پروژه ها امنیت است چگونه ما انتظاری داشته باشیم از این حکومت که اینها میتونن که پروژه های بزرگی همچون تاپی و گاسا 1000 تامین امنیت بکنن و اینها تطبیق شود مشکلاتی که ما شما داریم امروز در تطبیق برنامه ها داریم که خود تطبیق برنامه یکی از عواملش نامنیایی نا که در مناطق وجود داره در پروژه عامل منفیه در پروژه‌ای که پروژه 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 مردم میتونن نقش داشته و مشارکت مردمی در وجود داره مانند پروژه تاپی که یک پروژه ملی است یک نقطه میخوام اشاره کنم به پروژه تاپی حدود بین 50 تا 70 هزار نفر مستقیما مستفید میشن از شغل از کار این خودش می رسانه که مردم باید مشارکت مستقیم دارن در این پروژه وقتی که مشارکت مستقیم داشته باشن نقش مردم هم است که در تامین امنیت پروژه به خاطر منافع خودشان مستقیما موثفید مشان باید اور حفظ کنه دیموکو ملت کې ډېر د خارجي کمپنیاں راغلي دي چې کار کړه دي یا اکیډم کلا پر خولای دي یا د دیموکو د افغانانو چې په هيسته سب کانټریکټ سره کار کوي دي د دلسلندي کار کوي او پروجي ورته د اونې پیسې تختهولی دي نو پدوه کې بیموکو تعجباور نه و چې ول ترکي د کار پر خولاکړي شول چې د موجوده دولت سره په هم په جریان کې کې چې د امن بایټولی ولشي نو مين څه بده فسل برکه وږی لیکن د اصلي ماجی امنیت زبر د ازادي جرګي د ټولو همکارانو په نمایندګی له ملمنو او له تاسو <applause> نه مننه کوم خپرونه به پاتوره سم خدا حافظ په خدای پامل